امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید. در حالی که آخرین روزهای ماه شهریور رو پشت سر میذاریم، کانون پیشکسوتان پرسپولیس یه برنامه ریزی کرد و قرار شد که تولد تعدادی از ستاره های این باشگاه رو مثل علی پروین، محمود خوردبین، مهدی تاتار و چند نفر دیگر رو در این روزها برگزار کنه، چون تمام این دوستان متولد ماه مهر بودن. همراه آقای طاهری تصویر بردار خوبمون به مراسم تولد علی پروین و ستارهای پرسپولیس اومدیم، با تعدادی از اونها مصاحبه کردیم و یه گزارش خیلی خوب گرفتیم که امیدوارم خوشتون بیاد. با ما باشید. ما اول می‌خواستیم یه خسته نباشید بهتون بگیم و اینکه خیلی مراسم خوبی بود، دستتون هم درد نکنه، منتها دیگه امسال این شانس رو به شما ندیدیم که مثل پارسال از دست دوربین ما فرار کنیم. من خوشحالم که فرصتی فراهم میشه، پیشکسوت‌ها دور هم جمع میشن، خلاصه پرسپولیس و تاریخش دیگه، این تاریخ پرسپولیس دور هم جمع میشن و ما هم به عنوان یه هوادار خوشحال میشیم، در صورت ان شاءالله که همیشه اینا 100 ساله باشن و سایه‌شون بالا سر پرسپولیس باشه. هدف شما چی از این ماجرای تولد؟ هر سال کلی هزینه، کلی این برنامه ها رو دارین و برنامه های دیگه که در طول سال دارین، شما آیا شرکتی دارین، درآمدزایی دارین، اسپانسری دارین؟ چون من ندیدم چیز این شکلی شما داشته باشید. ما در اصل یه برنامه داریم که هر ماه پیشکسوتا که خلاصه بخشی از تاریخ این فوتبال هستن و دل مردم رو شاد کردن، هر ماه اونایی که تولدشون هست آخر ماه یا وسط ماه به یاد بوده تولدشون یه تقدیری کنیم و یه تشکری کنیم از زحماتشون. و خب نه، برای این کارا معمولا سعی میکنیم اسپانسر خاصی استفاده نکنیم، خود بچه‌ها همت میکنن، خلاصه این جمع میشه الحمدلله و به لطف خدا، خدا رو شکر راضی ان، خود پیشکسوت برای ما هم یه دنیا ارزش داره. حاجی علی پروین بگو، تولد پدرته، کسی که تو یک بار یه مسابقه تاریخی کردی و گفتی مادر رو دست علی پروین هرگز نمیذاره. الان هم میگم، ولی بالاخره علی پروین هم پیشکسوت پرسپولیس میشه، یعنی اسطوره پرسپولیس میشه. امیدوارم که سایه‌اش همیشه بالا سر من و خانواده‌ام و همه طرفداراش باشه. کادو چی دادی به علی آقا؟ تولدش نیست که چند روز دیگه مونده، چی میخوای بگیری براش؟ هر چی بدیم فحش میخوریم. چرا؟ آقا نمیدونم چی باید بهش بدیم. حالا اون سری که من گفتم محمدی دست آدیداس بردم بهم نداده. والا همه کوچه هواراش و همه چی من میخرم. واقعا؟ چی میگه؟ میگه من آدیداس بردم نده. نه بابا چی میگه؟ من یه بار دیگه تولدتون رو تبریک میگم و دوست دارم ازتون بپرسم که بزرگترین آرزوی محمود خوردبین به عنوان قدیمی ترین محمد پروین همیشه که هم میزنه تو مسابقه، به عنوان قدیمی ترین عضو تاریخ باشگاه پرسپولیس چیه در شب تولدش آرزویی داره؟ البته آرزوم اینه که سلامتی برای همه دارم تو این روز به خصوص و انشالله که بتونم کمکی برای تیم پرسپولیس باشم. روز خوبیه برای این پیشکسوتمون، تولد گرفتم، مخصوصا بزرگا و اسطوره‌های باشگاه رو. 7-8 تا تولد داریم دیگه، همه رو آره، همه مهری هم مثل این کاره. خیلی ها مهری هم، بعضی هم نمیدونستن تازه اینجا نشستن فهمیدن مهری هم، مثل جمشید شاه محمدی، محمد حسن انصاری فر، حالا مهدی تاتار، امامی فر، علی آقا پروین، آقای خوردبین. بله اصل ماجرا بودن. شما رو من میدونم فروردینی هستی. من بله فروردینی هستم. آقا خیلی مخلص مایی زلی. شما همچنان جز مسئولان و شهرداران پرسپولیسی هستین دیگه آقا. با بله جز هواداران و دوستداران پرسپولیس. خدمات شما توی هیئت مدیره پرسپولیس هم واقعا ستودنی و قابل تقدیر بود و خدا رو شکر که اینجا اومدین دیگه امشب. در حال دوستان پرسپولیس همه جمع هستن و تولد بزرگان پرسپولیس، اومدیم که هم دوستان رو ببینیم هم تبریک بگیم این تولد. آقا کادو مدام رسی گرفتین یا نه؟ اینو نمیدونم بپرسم. کلا علی پروین کادو داده یا نه؟ هنوز نداده ولی میدم. خب شما میدی اون میده. بزرگتره همیشه کادو میدن دیگه. پارسال چی داد؟ میخوام امسال چی میده؟ پارسال چیز نداد. چی 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 رو دمه طرف. بس پارسال چیزی نهیدی آقا، به من گفت کادو محمود خوردبین برسم بهش میدم. همون بودنشون کادو خودش. آقا یه پیغام برای علی پروین و محمود خوردبین مناسبت تولدشون. خب تولدشون مبارک باشه، ان شاءالله که سالهای سال زنده باشن و بچه‌ها ببالن، جوان‌ها ببالن به بزرگانی مثل این دوتا. تولد علی پروین اومدین. بله دیگه بابا، پروین سلطان فوتبال ایرانه. بعد همکار بودیم با هم چند سال.
ما هم بالاخره وظیفه‌مو بود، ایشون بزرگتره، پیشکسوت‌های مثل آقای جاسمیان، دوستان دیگه، همه پیشکسوت‌های پرسپولیس اینجا هستن. ما اومدیم که بالاخره انجام وظیفه کنیم، هم شرکت کنیم، همین که تبریک بگیم علی آقا، هم پرسپولیس چسبناک دیگه، هر کی یه بار توش بیاد تا آخر عمرش بالاخره وفادار بهش میمونه. مبارک علی، خیلی مخلص، تولدتون مبارک باشه. تو اومدی علی آقا، خیلی مخلصیم، تولدتون مبارک باشه، ایشالله 120 ساله شین و ما هر سال تولد شما رو بتونیم بیاریم. قربت نوازتان، تو همیشه محبت داریم و آقا جو تولد ما هست، امیدواریم که هم شما زنده باشی هم ما دوتایی با هم، شما همیشه برقرار بشین، چون مردم دوستتون دارن، باعث افتخار این فوتبال و پرسپولیس هستین. آقا کادو مادو چی گرفتین؟ هیچی نمیخوام، ما فقط تن سالم هم خودم هم کل ایران داشته باشم. به محمود خوردبین چی میخواییم بدین؟ من نمیدونم دیگه، خبر ندارم دیگه. نه شما محمود خوردبین، شما بزرگترین دیگه. منم نمیدونستم، اینجا فهمیدم محمود هم این بقیه هم هستن. نه بالا نمیدونم، آخه 5-6 تان دیگه. آره. چند ساله شدین علی آقا؟ 71 سال پیر شدین، آخر کارمون دیگه. آقا کلی کیک میک بریدین، کلی تریپای جوونی برداشتین الان. پیر شدیم دیگه، تموم شدی، آخر کار است. در خدمت آقای تارتار هستیم، دوست عزیز و قدیمی من، که این روزا هم دیگه ساعت نشین بازیای لیگن دیگه. خب منم سلام عرض میکنم و خدا رو شکر میکنیم شرایط خوبی داریم. امشب هم به خاطر تولد آقای پروین، آقای خوردبین و خیلی از پیشکسوت‌های دیگه اینجا هستیم. دیداری تازه کردیم با همه دوستای قدیمیمون، باعث خوشحالی و خرسندیه. باید تشکر کنیم از شرکت پیشکسوتان پرسپولیس که همچین مراسمایی رو تدارک می‌بینن. امیدواریم که همیشه این بزرگا، آقای پروین، آقای خوردبین، دیگر عزیزان، همیشه سایه‌شون بالا سر ما باشه، بتونیم از وجودشون، از راهنمایی‌هاشون به نحو احسن استفاده بکنم. کادو مادو آوردین برای علی پروین یا نه؟ خب تولد خود منم هست، یعنی تولد ماه مهر هستیم. من 2 مهر هستم، بکنم آقای پروین 3 مهره و منم امروز کادو گرفتم از شرکت پیشکسوتان، تشکر میکنم. منم کیک داشتم که بریدم، ممنونم. واقعا باعث افتخار ماست که با آقای پروین همزمان تولدمون گرفته میشه. تو یه روز با علی پروین به دنیا اومدین دیگه، این سعادتمند است. چه قرمزی پوشیدین برای تولده؟ اومدیم چیز دیگه بابا، اومدیم تو محفل پرسپولیس دیگه، بعد قرمز بپوشیم. آره عالی بودش. راجع علی پروین تولدش، امیدوارم که 100 سال زنده باشه. البته ایشون بزرگتر ماست و خیلی احترامش برای من واجبه، باعث افتخارم که تو جشن تولد شرکت. امروز شب خوبیه به نظر من، شب تولد یه اسطوره فوتبال پرسپولیسه که سالها برای پرسپولیس زحمت کشیده، سالها بزرگی کرده، سالها لذت رو به این تماشاچیای خوبش داده و جا داره که امشب هر چی ازش قدردانی بکنیم باز کمه. من فکر میکنم که آرزوی قلبیمه که انشالله 100 سال عمر کنه و ما هر سال جشن تولد آقای پروین رو بگیریم. نه تنها پروین، بقیه بچه‌هایی که آقای خوردبین و بقیه بچه‌هایی که سالها جوونیشو برای پرسپولیس گذاشتن و زحمت کشیدن رو همیشه سرزنده، سرحال، سلامت ببینیم و دور هم جمع بشیم. این دور همی‌ها یادآور گذشته میشه، یادآور روزهای خوب میشه که این بچه‌ها چقدر با عشق برای پرسپولیس بازی کردن. من فکر می‌کنم دهه 60 و 70 بهترین سالهای پرسپولیس بوده. دلیل دارم، دلیلش هم اینه که بدون پول بازی کردن، با عشق بازی کردن، فقط هم برای مردم، برای تماشاگرها بازی کردن. به علی پروین کادو چی دادید شما؟ علی آقا که اصلا میدونید اهل این صحبت‌ها، اهل کادو اینا نیست. علی آقا خودش کادوی مراسم ما بوده دیگه.
آقا راجع پرسپولیس هم بگین، اوضاع احوال پرسپولیس رو چطور می‌بینی؟ پرسپولیس هم خیلی خوب داره بازی می‌کنه. من فکر کنم امسال تو لیگ قهرمان میشه. ان شاءالله الهلال هم می‌بره، اونجا هم قهرمان میشه. به امید خدا. بعد این بازی آخریه رو پرسپولیس با یه خورده مردم همچین حالشون گرفته شده. نه، یه خورده استراحت بده. ادموند هم بازی آخر پیکان یه 5-4-5 شده استراحت داده بود، تو هم به نظر کار خوبی کرده بود، ولی سه امتیاز هم دست دادن خیلی سخت. محمد خودت چطور می‌بینی وضع احوال پرسپولیس و نظر راجع بازی با الهلال چیه؟ والا تیم خیلی خوبی، هم پارسال هم امسال با هم دیگه مد شدن بازیکن‌ها، ولی خب بازی‌ها من فکر می‌کنم یه ذره چون نزدیک به همه خستن و امیدوارم که بتونن که حداقل الهلال رو ببرن، هوادارا رو خوشحال کنن. وضع احوال پرسپولیس رو چطور می‌بینین؟ در آستانه بازی با الهلال هستیم دیگه. خیلی خوشحالیم ان شاءالله که پرسپولیس روز به روز بهتر از این میشه، ان شاءالله قهرمان آسیا بشه، به لطف خدا مردم دلشون شاد بشه و الحمدلله خیلی عالیه، خدا رو شکر شرایط خیلی خوبیه. واقعا باید تشکر کرد از همه کسایی که دارن زحمت میکشن، بازیکن‌ها، خلاصه کادر فنی و همه دوستانی که دارن در رأس کار میکنن، جای تشکر داره. راجع پرسپولیس هم بگیم، بازی با الهلال رو چطور میبینید؟ من فکر میکنم پرسپولیس الان یه تیم بسیار کاملیه و یه تیم بسیار خوبیه. تا اینجا هم که اومده فکر میکنم که توانایی و شایستگیشو داشته. از اینجا به بعد یه مقدار کار سخت میشه به دلیل اینکه تیم‌های مهم و سختری هستن. امیدوارم با درایت آقای برانکو و توانایی خود بچه‌ها بتونن انشالله یه بازی خوب انجام بدن، چون شناخت خوبی از الهلال دارن. درسته یه تغییراتی انجام شده، ولی این تغییرات در پرسپولیس هم بوده و پرسپولیس بهتر شده. امیدوارم که یه بازی خوب فکورانه و با اندیشه بازی بکنن که انشالله برن به مرحله بعد، یه افتخاری برای فوتبال کشورمون باشه. من خواهش میکنم از بچه‌ها تا این لحظه به اینجا رسیدن، این همدلی رو، همبستگی رو بیشتر بکنن و این افتخار رو برای فوتبال کشورمون به دست بیارن که جای تقدیر و تشکر داره و این تو تاریخ موندگاره. اگه این بچه‌ها میخوان موندگار بشن، همه مشکلات رو باید کنار بذارن و بتونن که به پرسپولیس کمک کنن و پرسپولیس قهرمان بشه. چطور میبینید تیمو؟ فکر میکنید پرسپولیس آماده این بازی هست؟ فکر کنم که پرسپولیس وقتی به این مرحله رسیده، خب نشون میده که یه تیم منسجم خوبیه که توی 4 تیم برتر آسیا قرار گرفته و این اتفاقی که هر چند سال یه بار تو فوتبال ما این اتفاقی میفته، ولی اون پتانسیل پرسپولیس داره که تا مرحله نهاییش هم بره. من فکر کنم که تو این چند سال اخیر خب پرسپولیس یکی از هجومی ترین تیم‌هاشه که الان داره و خدا رو شو مهاجما هم خوب گل سازی کردن، هم خوب گل زدن و این نشون میده که اونا از یه انسجام تیمی خوبی برخوردارن، یعنی نه از هم از لحاظ فردی هم از تیمی خوب در جایگاه خوبی قرار دارن و می‌بینی که مهدی طارمی تو کورس آقای گلی برای جام باشگاه آسیا. امیدوارم که به آقای گلی آسیا هم برسه. تیم شما صدرنشینه و پرسپولیس دوم، در این مورد چه صحبتی دارین؟ خب ببینید، هفته ششمه و ما تازه به لیگ برتر اومدیم. در وهله اول باید به فکر سقوط نکردن باشیم. اتفاقی نیفتاده. ما وارد چالش شدیم که چالشش هم خیلی شیرینه. من به بازیکنام گفتم که ما دوست داریم این چالش رو ادامه بدیم، تا کی موفق باشیم مشخص نیست، ولی دوست داریم این روند رو ادامه بدیم، ولی از ما انتظارات نباید بالا باشه. در مورد پرسپولیس چه صحبتی داریم؟ بازی حساسی که در مقابل الهلال داره. خیلی دوست دارم بعد از سالها یه نماینده از کشورمون، اونم پرسپولیس که تیم محبوبمونه، قهرمان آسیا بشه. آخرین بارم خود ما بودیم با تیم پاس که در زمان آقای فیروز کریمی بود قهرمان آسیا شدیم. دوست دارم پرسپولیس بعد از ما امسال انشالله قهرمان آسیا بشه و به فوتبال کشورمون کمک میکنه. اوضاع احوال پرسپولیس رو چطور میبینین این روزها؟ خیلی خوبه الحمدلله، خدا رو شکر. تیم خیلی خوبی داریم، مربی خیلی خوبی داریم، بازیکنای خیلی با غیرت و خوبی داریم، هوادارای بی‌نظیری که واقعا این تیم رو هوادارا ساختن. من اعتقادم این تیم محصول شعور و مدیریت و انسجام هوادارای پرسپولیس. درسته. بعد اینکه پرسپولیس بازی آخر رو پیکان باخ، منتها در آسیا خیلی خوب داره رفتار میکنه، خیلی خوب داره نتیجه میگیره. بازی با الهلال رو چطور میبینین شما؟ اولا که این باخ بالاخره نمک کاره، چون پرسپولیس همه رو بزنه که دیگه جذابیت فوتبال از بین میره.
ولی خب تو آسیا شما دیدید برای اولین بار بعد از چندین سال یک ظهور و بروز خیلی قشنگی داشت، مقتدرانه‌ای داشت. امیدواریم الهلال هم بزنه و بعد بره ایشالا برای قهرمانی. این آرزوی ماست. می‌خواستم راجع به پرسپولیس ازتون بپرسم دیگه، اوضاع احوال پرسپولیس قطعاً چطور می‌بینین تیمو در آستانه بازی با الهلال؟ خب خیلی خوبه به نظر من، تو آسیا فوق‌العاده خوب بود، مخصوصا بازی قبلیشون تو ابوظبی. حمایت هوادارا تو دبی ابوظبی فوق‌العاده خوب بود. اگه مقدار تو میتونستیم میزبانی رو ما تو کشور دبی می‌ذاشیم، کشور امارات می‌ذاشیم، خیلی خوب بود برامون، چون حمایت هوادارامون بود. تو بازی که 10 نفره بودیم تونستیم ببریم. یه شیرینی و هدیه خیلی خوبی به هوادارا بود. من خودم اونجا نزدیک بازی رو می‌دیدم، واقعا خیلی غرورآفرین بود که درستیم بازی با الهلال. حالا با اینکه بازی با پیکان رو از دست دادیم، این اتفاقات میفته. خب تغییرات زیاد باعث شد که ما نتیجه رو از دست بدیم. یه سری اتفاقات توی فوتبال میفته، ولی چیزی از ارزش این بازیکن‌ها، چون فوق‌العاده خوب بازی کردم، موقعیت ایجاد کردم، ولی نتونستم به گل تبدیل کنم. آقا از پرسپولیس بگین دیگه، اوضاع احوال پرسپولیس. این باخت به پیکان هم یه خورده همچین تو روحیه طرفدارا تاثیر گذاشت. انشالله که اثر نداشته باشه. طرفدارا باید بدونن که تیم ما سرحال و خوبه، خوبم بازی کرد، کمم نبود. یه کاشته خوردیم دقیقه 5، 85 دقیقه حمله کردیم، نتونستیم موقعیتمون رو استفاده کنیم، چون تیمشون کاملا دفاع کار میکرد. در حال من فکر میکنم که حالا یه تلنگری به تیم ما خورده باشه بی نداره، ولی بعد از این خوب خواهیم شد. فکر میکنین این یارگیری که الان زمان برانکو شد، هزینه هایی که داره پرداخت میشه، اینا زمان شما به انجام شد بهتر نبود یه شانس بهتری به حمید درخشان میدادن؟ خب متاسفانه زمان من نشد، واقعا نشد. مشکلات آقای سیاسی، درگیریاش و مصونیت بازیکن‌ها، این اتفاق برای داخلی ها به وجود نیومد. من فقط خواهشم اینه که اگه یه روزی باز مربی داخلی اومد تو پرسپولیس، ما تو آخر زمان که نمیتونیم مربی خارجی داشته باشیم، اگه یه مربی داخلی اومد به همین نسبتی که به آقای برانکو بها دادن، بازیکن براش خریدن، همه چی رو در اختیارش گذاشتن، برای داخلی هم بزنن. باور بکنین داخلی هم توانمندن. چرا ما نمیخوایم به داخلی های خودمون باور بکنیم که آقا اینا هم میتونن، فقط ابزار کارشون باید مهیا باشه. من اعتقاد دارم و داریم کسایی رو که میتونن این شایستگی رو داشته باشن. انقدر وابسته به خارجی نباشیم، قبول بکنیم که ما میتونیم و این توانایی رو داریم که در خیلی جنبه ها داشتیم و نشون دادیم، و مطمئن باشید تو فوتبال هم خواهیم بود و خواهیم داشت، و فقط باید کمکشون کرد. بعد اینکه بازی بعدی پرسپولیس با الهلال، قطعا برای فوتبال ما، برای پرسپولیس، برای مردم خیلی مهمه. پرسپولیس آماده بازی با الهلال هستش محمود خان؟ امید به خدا تیم داره آماده میشه برای اون روز. مربیامون دارن کار میکنن که تیمو نگه دارن برای بازی با الهلال. چیزی زیادی نمونده، یه هفته بیشتر نمونده، و خدا کنه که اون بازی با برد بیان بیرون که بتونیم بازی برگشت راحت بشه. امیدوار هستین که پرسپولیس به فینال باشگاه‌های آسیا برسه؟ من امیدوارم بهش. تا حالا هم هر روز اولام گفتم، اما که عقب بود تو چای جدولم بود، گفتم این داره میاد و اومد و قهرمان شد تو آسیا، هم که الان جزء فینال شرق آسیا هستیم، و به نظر من تیم خوبی داریم و انشالله که ادامه پیدا کنه بردامون و بازی با الهلال از زمین برنده بیرون بیاد. بازی با الهلال تنم ضعفی که ما داریم شاید به خاطر اینکه انصاری رو ما نداریم تو خط دفاعی، خیلی مهمه، و بقیه بچه الحمدلله خوبن. اون بازیکنایی که تعویض میشن میان شرایط خوبی دارن، بشار حسن، منشا، علیپور، اینا نیمکت خیلی خوبی داریم. باعث شده که بعد از دقیقه 60-70 وقتی که مربی تغییرات ایجاد میکنه، تو دو تا بازی این ایجاد کرد، تونستیم ما به پیروز بشیم. انشاءالله جلوی الهلال هم باید یه مقدار فکورانه تر بازی کنیم، چون الهلال به مراتب قوی تر از اهلیه. باهاش هم با اینکه دوبار بازی کردیم، ولی قوی تره. اگه یه مقدار خوب تجزیه و تحلیل کنیم، مخصوصا گل نخوریم ازشون، خط هافک و حمله ما میتونه گل به اینا بزنه. شما که سنگ تموم گذاشتین دیگه، با دختراتون رفتین و کلی هم پرسپولیس تشویق کردین. بله، برای
دخترم خیلی روز به یاد ماندنی بود براش. استادیوم هم نمیتونن برن. تا حالا نرفته بود، از نزدیک دید. خیلی خوشحال شد، انقدر اینا دعا کردن که پرسپولیس ببره که حتی گل دوم از دختر دوم من گریه کردم خوشحالی. علی آقا الهلال هم خیلی حریف گردن کلفتیه دیگه. ما میزبانی هم نداریم دیگه. اونم چون ریشه داره همیشه هم تو آسیا مقام داره دیگه. باید خیلی مواظب باشه. بازیکن‌ها راضی بودین تو این بازی با الاهلی؟ خیلی خوب. یهو با آخر عالی بودن. والیبال چی؟ شما میدونم والیبال شما خیلی پایین. واقعا تبریک باید بگم بهشون. کیف کردم این مسابقات شما واقعا امسال. واقعا خوب بودن، دستشون درد نکنه. ان شاء الله همینجوری ادامه داشته باشه. بزرگترین آرزوی علی پروین چیه دیگه؟ الان این آخرین. تیم خودم و کل ایران. محمود خوردین گینسی شد، اسمش در گینس ثبت شد به عنوان قدیمی ترین عضو تاریخ باشگاه پرسپولیس. این افتخار بزرگ محمود خان، منم بهتون تبریک میگم. ممنونم، خوشحالم از این موضوع، ان شاء الله که اتفاق بیفته. این مجسمه قرار برای علی کریمی بسازین، اون به کجا رسید؟ ما مجسمه‌شو ساختیم و افتتاح کردیم تو منطقه 21 وردآورد، محل زندگی علی آقای کریمی بود که اونجا خود اهالی جمع شدن و یه مجسمه ساختن. ما هم حمایت کردیم، تقریبا پیشنهادش از خود مردم بود، هزینه‌هاش و همه کاراش و حتی هنرمندانشون رو از خود اهالی هماهنگ کردن و ساختن و مجسمه رو افتتاح کردن. اینکه ما خبر نمیدیم بعدش همینه که ما اینجوری سوتی میدیم دیگه، میگیم چرا. بله خواهش می‌کنم. الان ماجرای خوزه هستش، ماجرای بدهی باشگاه، اونو خیلی خودتون قطعا خبر دارین دیگه، خیلی ربطش میدن به شما، میگن که در زمان آقای رویانیان به وجود اومده و در حالی که ایشون گفته دبه میکنیم پولشو نمیدیم، این اتفاق نیفتاد و ما داریم جریمهش هم حتی میدیم. ما که نبودیم دیگه متاسفانه، بعد از ما 5-6 نفر از دوستان مدیریت به عهده گرفتن، کار رها کردن. واقعا عرض میکنم، واقعا جوزه بده کار به باشگاه، حقیقتا جوزه فریب داده، حقیقتا نامردی کرده. بالاخره من خیلی دنبال این بودم که بتونم توی یه سایت پرتغالی صحبت کنم، به عنوان یه انسان، به عنوان یک بشر، به عنوان یک کسی که هم نوعشون هستم، بهشون بگم که این آقای پیرمرد چقدر بی وفایی کرده. این بی وفایی درست ولی سردار، خب قطعا روی کاغذ که بریم الان پرسپولیس بهش بدهکاره که دادگاه کس و فیفا اومدن رأی و به نفع ایشون دادن دیگه. آره خب دفاع خوب ما نشد، دفاع نکردیم، خوب دفاع نکردیم. ضمن این که بالاخره بدهی‌ها مشمول جرائم شد، اینها مال دفاع بد ما بود. ضمن این که بالاخره ما الان 2 ساله میشتمیم که داره امتیاز کسب میشه، نمیدونم جریمه میشیم فلان. 2 ساله اگه به جای این تو این 2 سال واقعا محکم هممون ایستاده بودیم. منم البته واقعا به باشگاه تماس داشتم، با آقای طاهری تماس داشتم، به همه گفتم آقا بیایید بشینیم این مسئله رو با هم حل کنیم، ما مدارکی داریم، حرفای ما رو بشنوید. متاسفانه فرصت نشد دیگه، الان درگیری ها نذاشت. الان هم به نظر من ما به جای اینکه بیایم الان دنبال این بگردیم که الان چی شده، کی مقصره، باید اول مسئله کس حل کنیم. یعنی کس که نه، فیفا رو حل کنیم. بالاخره کس رأی صادر کرده، میره به فیفا، فیفا یه زمانی به پرسپولیس میده. اینجوری هم نیست که الان کار تموم شده باشه. من حرفم اینه، الان به نظر من مهمترین مسئله الان مال جوزه اینی که مسئله شو تصویه کنیم، بریم باش صحبت کنیم، تصویه کنیم، بعد بیایم آقا هر حرفی داریم بزنیم. الان با دعوا که مشکل ما حل نمیشه. آقا کی چیکار کرده، کی مقصره، کی چیکار کرده، که مسئله جوزه رو حل نمیکنه که. اینو بذاریم بعدن. آخه یه چیز دیگه هم بود، اونم خیلی عجیب غریب بود، یعنی از سیستم شما خارجه دیگه. یعنی آدمی که اومده آقا تو راهنمای رانندگی اون سابقه داشته، اومده پلیس 110 رو درست کرده، این زحمات شما بوده دیگه قطعا. این که مثلا بگن یک نفر از باشگاه پرسپولیس اومده یه سری مدارک و اسناد و اطلاعات رو به خوزه و یاراش داده، این میدونین این باعث میشه منی که مثلا سردار رویانی رو میشناسم بگم آقا چجوری میشه تو باشگاه خودش تو اون کادر چه میدونم 10-20 نفره 40 نفره که داشته نتونسته این کارو بکنه. قبول دارین اینو؟ و شما هم سکوت کردین در تمام این مدت. من 36 سال خدمت کردم، بعد من پلیس بودم توی مملکت، کارهای بزرگی کردم، کاهش 5000 کشته در سال توی راهنمای رانندگی، تحولاتی که در فرهنگ رانندگی ایجاد کردیم، بستن کمربندها، اینا کارهایی بودی که خدا توفیق داده زمان ما شد. یا در دولت من بیش از 2000 پمپ بنزین ساختم در ایران ظرف 3 سال.
یعنی معادل 80 سال کار یا تأسیس پلیس 110 طراحیش با من بوده، من مبتکرش بودم، من تأسیسش کردم و بسیاری از کارها تو حوزه همین 1,300,000 خودرو اسقاطی رو تو ایران جمع کردیم، مبلمان ترافیکی کشور رو تغییر دادیم. اینا بخشی از کارهایی بوده که خدا به ما لطف کرد. من جوانترین فرمانده پلیس بودم در این مملکت 25 سال پیش. درست. خب ما هم بالاخره وظیفه‌مون بوده، نوکر مردمیم، افتخارم میکنیم به این کارا. یعنی به این سادگی میان یه برنامه بیاد بگه آقا غلط غلط بوده، نه مدرک نبوده، سندا فلان بوده. من این میشه هم چیزی شما میگن شما تو سیستم، یعنی سردار رویانیان با این سابقه بگن جاسوس داشته. من 40,000 میلیارد تومان رسما اعلام میکنم، 40,000 میلیارد تومان در 3 سال در دولت مدیریت کردم تو حوزه حمل و نقل، خب که منجر به 2.5 برابر شدن حمل و نقل عمومی کشور شد. شیراز اصفهان و تبریز متروشو کلا من خودم خریدم، تو تحریم السی باز کردم، 2300 تا پمپ بنزین ظرف 3 سال ساختیم، یعنی 85 سال در ایران 2700 تا پمپ بنزین بوده ولی ما ظرف 3 سال 2300 تا اضافه کردیم. اینا کارهای من بوده. مصرف بنزین روزی 20 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین داشتیم، اینا هر مدیریت من بوده. 40,000 میلیارد تومان در حوزه حمل و نقل در 3-4 سال مدیریت شده بدون هیچ نقصی. حالا آقایون به هر شکل مثلا یه باشگاه با چند تا نیرو، من حالا من کاری ندارم، یه مقدار کم لطفی ها اسناد و مدارک رو پخش و پلا کردن، گم و گور کردن، این ور اون کردن، ولی خوشبختانه همه کپیاش هست. چرا سکوت کردین شما؟ من سکوت نکردم. من که جواب چیه بدم؟ من خودم دو بار سوال به شما زنگ زدم. جواب چیه بدم؟ همین اینکه گفتن شما جاسوس داشتین و اینکه اومدن اسناد و مدارک رو به خوزه دادن. نه بابا این حرفا چیه؟ اما این میشه اونایی که جاسوسی کردن رو معرفی میکنم، ولی من این میشه آخه هر چه حرفیه من به جزه اصلا مدارک بدم یه خارجی هست. نه میگن یک نفر از دستگاه شما، از نیروهای شما این کارو کرده. من از دستگاه ما نبود، از جای دیگه بوده، بعدا میگم. پس بعدا ما دوباره با هم حرف بزنیم. ولی روی هم رفته. میخوام عرض بکنم به هوادارام، عرض بکنم من این که جزه اینا رو ناراحت کرده، نگران کرده، من خیلی شرمنده هوادارام، واقعا ازشون عذرخواهی میکنم. خب من هیچ وقت دوست نداشتم که هوادارا رو در طول مدت کارم تو پرسپولیس نگرانیشو نمیتونستم ببینم. الان شرمنده هوادارا هستم، این یه اتفاق خوبی نبوده. خب مرد بود باشیم و قبول کنیم. اما اینکه بیان هی اینه بپیچونن، هی بخوان دنبال قاتل بروسلی باشن، چیزی خلافی نشده، مطمئن باشید نه دزدی شده نه خلافی شده و مسائلم خیلی راحت شفافشون میکنیم، همه چی هم میگیم، منتها به کسش میگیم، به جای میگیم، به برنامه میگیم که برنامه باشه نه خودش زینف باشه. درست. طرف من باید یه آدم بی‌طرفی باشه تا بتونم حرف به مردم بزنم، نه اینکه خودش یه آدم زینفیه که دنبال کرده این پروژه رو تا به اینجا برسونه. حالا منظورتون میشه بگین که منظورم میفهمن دیگه همه خودتونم میفهمن. بچه‌ها میگفتن رسالت پرسپولیسی بودنتون رو به خوبی انجام دادین دیگه، با اون بردی که در مقابل استقلال آوردین و اتفاقایی که برای این تیم افتاد و اینا، زگه یه جورایی میگن شما دیگه زین ترکونی تیم رقیبشون رو. خب ببینید من واقعا یه چیزی رو صادقانه باید بگم، از شرایطی که استقلال داره خیلی خوشحال نیستم و این تیم همیشه باید یه رقیب جدی باشه برای پرسپولیس. در این صورته که ما میتونیم تیم ملی قوی هم داشته باشیم، ولی از اینی که میبینم هوادارا اینقدر به من لطف میکنن و خوشحالن از برد تیممون مقابل استقلال، منم خوشحال میشم و خوشحالی هوادارا خوشحالی ماست. خودت چه کار کردی؟ چون میدونم چند تا پیشنهاد داشتی و داشتی راجبشون فکر میکردی، کار خاصی انجام دادی برای مربیگری؟ نه فعلا که با آقای مهدوی که کار میکنم تو آکادمی کیاش، ولی میدونی خودت میدونی که منم میشناسی، من یه ذره از تهران بیرون برود واسه من سخت.